من هاکان تاتلیوغلو هستم. منتظرتون بودیم، بفرمایید. بفرمایید از این طرف. آقای اکرام یکم دیگه میان پیشتون. من گفت که اون بابا نداره، مرده. مامانم هم همینو گفت. اما میبینی که این درست نیست، من اینجا هستم، من بابا بزرگتم. اما مامان و بابا به من دروغ نمیگن. شایدم قصدشون دروغ گفتن و گول زدنتون نبوده. میدونی که بعضی از آدما برای محافظت از عزیزانشون تمام حقیقت رو بهشون نمیگن، یا یکم حقیقت رو دستکاری میکنن و بعد میگن. من میگم این کارو برای خودت کردن زهرا جون. عزیزم، دوست داری یه چیزایی راجع به بابات از من بشنوی؟ آقای اکرام منتظر شما هستم، بفرمایید. زهرا اینجا چی کار میکنه؟ خدا، مگه این نوام نیست؟ خب چیش عجیبه که اینجا پیش من باشه؟ ببین زهرا جون، اون بابای واقعی که راجبش بهت گفتم اینه. به نظر من زهرا باید حقیقت رو بدونه. تو چطور آدمی هستی؟ تو چرا همچین کاری کردی؟ تو اگه آدمی، بچه تو تصاحب کن. چرا از من عصبانی میشی؟ مگه اونی که با دروغ زندگی این بچه رو خراب میکنه من هستم؟ بیا زهرا رو بگیر، با هم دیگه پدر و دختری برین یه جایی و صحبت کنین. در مورد آیندتون هم میتونین بعدن با هم حرف بزنین. چی میدونه؟ شاید هم زهرا چند تا سوال از مامانش داشته باشه. من رو میگم شما رو با ماشین تا هر جایی که دوست دارین ببرن. لازم نیست، ما با تاکسی میریم.
را نگرانت شدم، دخترم نگرانت شدم. هاکان چی شده؟ احمد و پلین نیستن؟ نه، اونا رفتن اداره پلیس، من برم بهشون خبر بدم. ها آره، این کارو بکن. شما بیاین تو دخترم. سلام عثمان، چه خبر؟ با ایچه حرف زدم. راست میگی؟ بگو چی شد، حالش چطوره؟ گفت خوبه، یعنی خوب بود، به نظر خوب بود. گفتم الان چی میشه، یعنی بعد از این اتفاقات بازم متر رو میبینی یا نه. اونم پرسید که اون میخواد منو ببینی. چرا نخوام پسر، معلومه که میخوام. منم گفتم حتما میخواد، چرا نخواد. گفت پس میبینیش. آفرین به تو. خب بعدش چی شد؟ گفت فقط این چند وقت یکم سخته دیگه. درسته داداش، آره همین دیگه، فقط همین. وای قربونت برم داداش، تو چقدر خوبی. ببینم خودت حالت چطوره؟ خوبم. مسابقه داریم، باید برم اونجا. باشه، شب میبینم. واسه منم یه گل بزنی. وای عثمان هنوز نیومده. اگه اون نیاد بیچاره میشیم. اگه عثمان نیاد تیممون اصلا میپاشه. اتوبوسم اومد. وای عثمان کجا موندی ها؟ وای عثمان، قهرمان من اومد، قهرمان من اومد. چطوری داداش؟ خوب باش. زهرا خوبه؟ خوب. بگو چی شده؟ بابام واقعیتو به زهرا گفته. چی؟ زهرا توه. مامانت اومد. مامان دخترم. عزیزم مامان، حرفاشو باور نکردم، اصلا باور نکردم. جونم عزیزم، میشه با هم بیای تو اتاقم؟ من باهات میام عزیزم. باشه باشه باشه، بیا بریم عزیزم، بیا.
که اکرام تاتلی اغلو با زهرا حرف زد و بهش گفته، ما مجبوریم همه چی رو به زهرا بگیم و شرایطو براش توضیح بدیم. دیر یا زود میفهمید. باید زودتر این کارو میکردیم. اکرام تاتلی اغلو از ضعفمون استفاده کرد. حالا باید آروم باشیم و راجع به اینکه چجوری به زهرا توضیح بدیم با هم تصمیم بگیریم. چجوری بگیم؟ اون هنوز خیلی کوچیکه. نمیدونم، اما دیگه مجبوریم. نظر تو چیه هاکان؟ درست میگیم، باید بهش بگیم. حتما باید اونو بگیری. ای بابا تو اول اینو در بیار. در بیار زود باش دیگه. ای بابا عجب گیری دادی. بیا خوب شد بعدم با هم دیگه دیگه بسه ها. خوب شد دیگه. من به همون خوش گذشت. جات خالی بود. وایسا داداش، وایسا پسر، کجا میری؟ وایسا میگم. چی کار میکنی؟ دست نبکش. این یارو جیب منو زد. چی شده؟ وایسا ببینم. میگم جیبمو زد. تو اتوبوس دوست داری؟ چی داری میگی بابا؟ تو آمد نزن. نه کار خودت. داداش زمینو نگاه کن، شاید افتاده باشه. این دزده. من میگم این دزده. ای بابا چه خبره؟ چی کار میکنید؟ برو پاسگاه کار خودش. این مرد جیبه منو زد. یاره دروغ میگه، تو آمد میزنه. راننده راننده برو پاسگاه، این یارو دزده. میگم داره دروغ میگه، تو آمد میزنه. بابا کار من نیه. یعنی چی؟ پلیس میگه لطفت بعدش معلوم میشه. ای بابا برو شهر درست کن. نه باید بریم پاسگاه. بریم پاسگاه. دست ده بکش بابا خیکی. معلوم نیست چه خبرشونه. این یارو دزده مردم، این یارو دزده. ای بابا ساکت شو. ای بابا بس کنین دیگه. الان میبرمتون پاسگاه و خودتون میفهمید چه خبره. من حوصله شر ندارم. میبینی تو رو خودت چه گرفتاری شدی؟ به مسابقه نمیرسیم. عجب شانسی داریم. پاسگاه که اونقدر دور نیست. شاید هم هنوز به بازی برسیم. آره میرسیم. چه جوری برسیم؟ نمیبینی همه رو اونجا انلاف میکنه؟ پسر اگه بریم پاسگاه خیلی سخت به بازی میرسیم. از کجا معلوم شاید برسیم؟ اینجوری میرسیم. ای خدا قایمش کن، قایمش کن. آخه برای چی با خودت اسلحه آوردیم؟ آوردم دیگه. چی کارش میکردم؟ کجا میذاشتمش؟ از سربازا همونجا، راننده همونجا نگه دار. همونجا میگم، همونجا نگه دار. خدا لعنتت کنه آیدین. ایست داده باید اینو تأمینش بدیم. این دوسته راننده نگه دار. فکر کنم فهمیدم. ای خدا لعنت. خانم آقایون کنترل داریم، همه بیاین بیرون. سرکار جیبمو زدن. چی شده؟ سرکار این یارو جیبمو زده. راست میگه؟ اینجوری میگه. منم داشتم میرفتم سمت پاسگاه. خیلی خوب دوستان، الان شکایت دزدی هم داریم. همه تک به تک بیاین پایین. یعنی چی؟ برای چی باید بریم بیرون؟ ای بابا ببین چجوری سفرمون رو زهرمارمون کردن. میگن یکیشون دزده، همشونو بگردین. برو برو برو. بیا پایین. بیا پایین دونه دونه. We'll be right back.
زود باشین، زودتر. برو کنار ببینم. بخواب این زمین. زود باشین. صورتتون رو ببندی. چی؟ بخواب این زمین. گفتم صورتتون رو ببندی. زود باشین دیگه با شما. بگی زود باش. چی کار داری میکنی؟ زود باش راه بیافت. کجا برم؟ مرکز مرکز، از کنترل شماره دو یه ماشین فرار کرد. تونتر برو، تونتر. میگم تونتر برو، زود باش. دیگه سریع تر از این نمیتونم برونم. زود باش اگه با تو نیستم. تو تر برو. تسلیم شین وگرنه شلیک میکنیم. سرتو بیار پایین. همگی دور بایسین. نزدیک نشین. نزدیک نشین وگرنه میکشمش. چی داری میگی؟ چی کار میکنی آیدی؟ واقعا میخوای منو بکشی؟ چی داری میگی؟ من پشم نمیتونم بکشم. عداشو در میارم که ولمون کنن. مرکز مرکز، راننده گروگانشونه، اسلحه دارن. شنیدم، عقب نشینی کنید. میریم عقب، میریم عقب. ای گوش کنین. آهای گوش کنین، میریم عقب، بهتون 5 دقیقه وقت میدیم. تو 5 دقیقه اسلحتون رو بندازین و تسلیم شین، وگرنه بهتون شلیک میکنیم. عوضی ها کوتاه اومدن. بچه ها حالا یکم وقت داریم. پس ما الان چی کار کنیم؟ دونه دونه بیزننمون، نباید از هم جدا بشیم. بچه ها خواهش میکنم زودتر یک کاری بکنیم بابا، دارم یا دستگیرمون بکنم. بهشون توضیح بدیم. چی بگیم؟ ها چه توضیحی بدیم؟ خب میگیم رفتیم مسابقه سوء تفاهم شده دیگه. آه اونا ماشمون میکنن و میگن آفرین بریم. ها
یه ماشین داره میاد. باید ببینیم با این پلیسان یا نه. برو چکار کنیم؟ اینا دیگه کیان؟ ردشون کنین، ردشون کن برن، زود باش. از اینجا برید، عکس نگیرید. با شما هم میگم برید از اینجا. ای پسر، پسر اون در باز کن. با تو هم میگم اون در باز کن. بچه ها ببینین، بعد باز شدن در همه به اون سمت برن، فهمیدین؟ زود باش. از اینجا برید، وای نزید، زود باشید، زود، سریع. ای با شما نیستم، میگم برید دیگه. ای بابا برید سریع در سریع دست عباش برو دیگه، عکس نگیر. یکم دیگه همه جا به هم میریزه. بعدش همتون با سرعت بدو این برین تو اون زمین ها. تو چی؟ منم پشت سرتون میام دیگه داداش. راننده تو هم برو یه جا قایم شو. باشه؟ اون فندکت رو بده ببینم. چی؟ فندک رو بده، فندک. رئیس دارن فرار میکنن. برید دنبالشون، وایسید، بیایید دنبالشون. بیاین عقب، بیاین عقب، مواظب باشید، بیاید عقب. مرکز، اونا اتوبوس رو منفجر کردن. فوری منتظر کمکیم. متوجه شدم، تمام. کجا رفتن؟ از اون طرف رفتن. کمک کنیم، بیاین اینجا کمک. مرکز ما یه مجروح داریم. لعنتی. پشتمون نیست. ببین اونا خبرنگار بودن، اگه عکسامونو گرفته باشن چی؟ اگه ما رو بشناسن چی؟ ما صورتمون بسته بود دیوونه. اما تو اتوبوس ما رو دیدن. پسر ما چند تا محصلیم، چجوری ما رو یادشون میمونه؟ این فکر رو ولش کن، بیاییم بریم، زود باشین، زود باشین بریم، زود باش. مطمئنی اونا بودن؟ آره، آیدینم بود، بقیه‌ام بودن، اما اون سر کرده بود. یه تفنگم داشت. آره، تفنگم داره، قبلا دیدم. اینا میدونو خالی دیدن. آقا آیدینم داره حسابی میتازونه. فکر کنم وقتشه که خودمون یادشون بیاریم.
حتی یه لقمه هم نخورد. دنیز، دنیز. بله. تو چرا غذا نمیخوری؟ ولی بعضی وقتا تو خودت هم نمیخوری. تو چرا نمیخوری؟ تو خیلی دختر باهوش هستی. این منو متعجب میکنه. چرا؟ چون تو دختر مامانتی. حالا چرا اونجوری وایسادی؟ چون خودمو تنبیه میکنم. چرا؟ چون غذا نمیخورم. تو چرا وایسادی؟ منم خودمو تنبیه میکنم. چرا؟ چون نمیتونم خوشحالت کنم. همه چی رو به راهه؟ آره. میشه بپرسم چی کار میکنی؟ خودمونو تنبیه کردیم. فهمیدم. بچه ها دستتون درد نکنه، دیگه تمومه. خونه دار خونهش، اونی هم که نداره میتونه اینجا بخوابه. ای بابا آبجی، تو شوخی نکنی نمیشه. یعنی تو خوشت نیومد عزیزم؟ شبتون بخیر، میبینم اشتر. شبتون بخیر. شبتون بخیر. اگه میخواین زنگ بزنم از جمیله خانم بپرسم. نه نیازی نیست، من خونه رو بلدم. هر جور خودتون صلاح میدونین. منم دیرم شده، باید اینجا رو ببندم و برم. معذرت میخوام. درسته، ببخشید. خدا نگهدار. روزتون بخیر.
سرتو بیار بالا ببینم. سرتو بیار بالا. بیا بالا. بیا بالا. بیا بالا. پاشو پاشو پاشو. خیلی خوب بود. او ببین کی اینجاست. تو ماشین من چی کار داری شما؟ این ماشین شماست آقا. من نمیدونم مال کیه. نکنه مال شماست. نه عزیز من، من ماشینم کجا بود؟ خدا سب کن ببینم، بازم داری سر به سر من میذاری؟ ای بابا من عصبانی نکن، زود پیاده شو، زود باش. فکر کردی تو ماشین تو میمونم؟ برو. آی ای بابا میگم از ماشینم برو پایین، چی کار میکنی؟ حالم بده. چی شده؟ حالم بد شد، حالم خیلی بد شد. ای خدا سرم گیج میره. اون زیر چی میخوای؟ گوشواره، گوشوارم گم شده، دارم دنبالش میگردم. خیلی برام مهمه، نگینش الماسه، میدونی خیلی گرون قیمته. تو دیوونه ای؟ ای بابا اصلا چرا دنبالش میگردم؟ یه نوشو میخرم. میگم تو دیوونه ای؟ ها؟ نه خیر دیوونه نیستم، تحت یه شرایطی ممکنه دیوونه به نظر بیام اما دیوونه نیستم آقا. وقتی روم سوس میریختی چه شرایطی داشتی ها؟ ای بابا من نریختم، یعنی ریختم، اما بعد از اینکه تو ریختی منم سوس ریختم. ای بابا خستم کردی، پیاده شو بابا، پیاده شو. ای بابا به این کی زود باش، پیاده شو. باشه باشه دارم میرم. تو از دهات ماشین ندیده ها اومدی؟ نمیتونی در رو یواش ببندی؟ نوبرش آوردی ندید پدید کوچولو؟ من میگی کوچولو؟ مگه اینکه دستم بهت نرسه؟ بیا 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 آقا جید داشت ماشین تو انداز بوده یه با داری بازی میکنی؟ کنار کنار. خیلی خوب شروع کنید. بدو این طرف. سب کن الان درستت میکنم. اینم از برگ زردت. خوش اومدی جمیله. صورتت گرفت از چرا؟ چی شده؟ بگو چی نشده مامان، چی نشده؟ خیر باشه. سلام. سلام جمیله خانم. نمیشه خانم، نمیشه. من نمیتونم، نمیتونم دنیزو خوشحال کنم. چی شده؟ چی کار کرده؟ غذا نمیخوره، حرف نمیزنه، بازی نمیکنه، حتی با سلیمان بازی نمیکنه، نمیخواد، ما رو اصلا نمیخواد. سب کن سونش، سب کن، بذار یکم فکر کنم. بذار بذار عجله نکنیم، با همدیگه فکر کنیم و تصمیم بگیریم. البته اگر تو رو نخوادم به زور نمیشه کاری کرد. بذار فکر کنیم. باشه هرچی شما بگی. رهبر حزب آزادی و وطن با آرای اعضای این حزب فردا انتخاب خواهد شد.
امروز یک اتوبوس شهرداری توسط یک گروه نقابدار دزدیده شد. طبق گزارشات پلیس گمان می رود این اتفاق توسط گروه آنارشیست افتاده است. همینو فقط کم داشتیم. مردانی که اتوبوس را به آتش کشیدن بدون هیچ ردی فرار کردند. برای دستگیری این گروه پلیس ها در تلاش هستند. گروه تروریستی آنارشیست ها باعث ایجاد و اتوبوس اموال عمومیه. پولش از کجا میاد؟ از من و تو میگیرن دیگه. چرا آتیشش میزنید آخه؟ برای چی آتیشش میزنین آخه؟ بابا اونا هم که احمق نیستن، لابد یه فکری کردن دیگه. شاید از رو قصد نبوده، مجبور شدن. یعنی مثلا چجوری؟ نمیدونم. غذا تو بخور، حرف زیادی هم نزن. لعنت بر شیطون. صبحت بخیر. خیره. منتظر شما بودم. میخواستم راجع به یه چیزی حرف بزنم. چه اتفاقی افتاده؟ داشتم میومدم کارگاه، اونجا با هم حرف میزدیم. مشکلم هم در همین زمین است. فکر کنم من دیگه نتونم بیام کارگاهتون. کارمو باید ول کنم. چرا؟ چیزی شده؟ یعنی از دیروز تا امروز دخترا چیزی بهت گفتن؟ بگو ببینم اونا اذیتت کردن؟ نه 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 نه، همچین چیزی نیست. پس چه جور چیزیه؟ درباره یه نفر به اسم زیا باهاتون حرف زده بودم، یادتون میاد؟ نامزد سابقم. خب آره. دم کارگاه دیدمش. معلومه فهمیده که اونجا کار میکنم، پیدام کرده. خب الان بیکار بشی چی میشه؟ چه جوری زندگی میکنی؟ توی یه هتل کوچیک زندگی میکنم. برای چند روز پول دارم، بعد از اونم خب یه کار دیگه پیدا میکنم. همون کارایی که از قبل میکردم و انجام میدم. میرم رخت میشورم یا پرستار بچه میشم. به نظرم کار خوبیه. بچه ها رو خیلی دوست دارم، با اونا خوب کنار میام. برای همینم این کار رو خیلی دوست دارم، به هم روحیه میده. تو قبلنا از این کارا میکردی؟ آره، کارم همین بودم. ماه بعدش گرفتار شدم و دیگه ادامه ندادم. بعدش هم که اومدم پیش شما کار کردم. خانواده چی؟ اونا کمکت نمی کنن؟ متاسفانه اونا زنده نیستن. چند سال پیش یه تصادف کردیم. مامانم، بابام و داداشم تو اون تصادف مردن. متاسفانه فقط من زنده موندم. با هم بیا. بیا دیگه. خوش اومدی. دوست داری توی این خونه کار کنی؟ اینجا باید چی کار کنم؟ از یه دختر کوچیک و شیرین نگهداری کنی. این دختر کوچیک و شیرین کیه؟ نوامه.